سلام، از کمپ مهاجرین اینجا در یونان هستیم، در کمپ لزبوس به نام موریا. این کمپ برای 2200 نفر ساخته شده، ولی در حال حاضر بیش از 19000 مهاجر در این کمپ هست. متاسفانه وضعیت خیلی خراب است، چون کمپ در قرنطین، در این قرنطین این مهاجرین بدون آب، بدون صابون میگذرانند. پشت سر ما ببینین، اصلا ممکن نیست که این مهاجرین بتوانن از خود مواظبت کنن، چون هیچ نگهداری از طریق حکومت یونان نیست و هیچ از طریق مؤسسات بین المللی. میتونی یک کم گپ بزنید در مورد وضعیت اینجا کمپ موریا؟ کمپ موریا ما نزدیک 9 ماه در اینجا هستیم. فهمیدین؟ سرویس‌های بهداشتیش که اصلا افتضاحه. اگر بخوای بری هر یک امام بخوای بگیری، باید 4 صبح بری توی صف وایسی. فقط برای یک امام کردن باید 4 صبح باید برین صف وایسین تا که برین به امام. اونم تا به چیز کنی آب قطع میشه. باز دوباره باید برین. یعنی آب نیست؟ آب نیست. برای ظرف شستن، برای مثلا دست پا شستن، فهمیدی؟ باید بشکار همیشه پر کنی. بشکای 1.5 لیتری باید دستت باشه. آب یک ساعت هست در روز، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت هست دیگه، در تمام 24 ساعتش یعنی آب. خب یعنی یعنی دو ساعت فقط شما آب دارین دیگه آب نیست؟ در روز مثلا حساب کنین 2 ساعت یا 3 ساعت آب نداریم. آب داریم، یه ساعت آب نداریم. صرف غذایشو برو سعی کنی یک وقت یک در بعضی که غذا اصلا نمیرسه. یعنی در این کمپی که 19000 نفر پناهنده هستن که ماها شده، سالها شده که اینجا منتظر هستن، فقط در این صف غذایشان کل اگه میرن در این صف وای میستن تا برای یک غذا. برای غذا اونم تازه نمیرسن. اونم با اینکه در شیرا آب برای شستشو اینا نیه، برای خوردن هم پیدا نمیشه. برای خوردن الان نگاه کن، پلیسا طوری شدن وای میستن دو دیگه که یک دور از کلمه و یک استخوانی را میندازن، همه هجوم میبره روی آب. فقط به خاطر چی؟ به خاطر که نیاز دارن آب خوردن، نیاز دارن. یعنی صبح شکل برید نگاه کنی صرف غذا موقع آب که چیز داشته آب دید نمیده. من الان مثلا 7 نفر رو من باید در روز 2 وعده آب بدم، در واقع 6 تا آب میدم. بگم من بقیه چیکار کنم؟ مگه ما همین قد فامیل اینجا اومدین؟ دیگه قد فامیل اومدین؟ خب با فامیل دیگه بسن مریض هم زیاد هستن، کسی نمیتونه مثلا دکترها رو ببینن اینجا، چون که دکترها هر روز فقط یکم با 19000 مهاجر فقط 10 دکتر داره و دکترها از ساعت 8 بجه تا 4 بعد از ظهر کار میکنن. شبانه نیستن دکترها و آخر هفتم شنبه و یک شنبه هم که اینجا رخصتی است نیست. الان ما رو قرار بود مثلا 2 ماه پیش انتقال بده، ما بچه اینجا در دنیا ما بود انتقال بده، اما دیروز هم در ما تیکت آمده که شما میری. باز شب آمده که میگه آقا شما به دلیل نمیدونم چی کنسله، به تعلیق میفته. این دو بار طالب برای ما بلیت آمده، دوبار کنسل کرده. چرا خان امی قرنطینه را چرا شما پیش میبرید امی وضعیت هم؟ وضعیت قرنطینه که اصلا فکر که اینجا قرنطینه اصلا نیسته، اصلا نموشه قرنطینه کنیم. مثلا باید صرف غذاش نگاه کنیم پشت سر هم، صرف تشویش نگاه کنیم پشت سر هم، فاصله اصلا رعایت نموشه. مثلا این صابون و مثلا چیز بهداشتی که اصلا وجود نداره. تازگی دو تا فروشگاه هم در اینجا زده خو کارتا پول دیختن که بریم بخرید کنیم. به اون خرید چم بری برای تیک میزنه، دو روز بعد دیگه بیا خرید کن. یعنی شما از اینجا نمیتونید برید شهر دیگه؟ نه نمیتونید شهر برید خرید کنیم و لوازمای ضروری خود مثلا بخریم. یعنی اگر مریض شدید پلیسا نمیمونن که برید شهر؟ پلیسا باید برید هم قرنطینه، انگار التماس کنید تا برید یک مجوز بده تا برید. غیر از این صورت فهمیدم که نه. چرا قم شبانه چرا قمی میگذارن اینجا در کمپ؟ شبانه به طور وحشتناک دیگه همش ناامنی چیزی چی بگم دیگه، شب باید بخورید ببینید دیگه. یعنی با فامیل خیلی سخت است اینجا؟ یعنی جهنم از کشور بهتر باشه. میریزم با چاقو همه چی تزد. ها چاقو آمدن کسی؟ آره وقت چاقو میریزم چادر بله. فقط بگیم که مثلا در این کمپ بیش از 19000 مهاجر هستن، بیشتر از افغانای خود ما هستن و از سوریه، از کشور آفریقایی هم زیاد هستن، از سومالی، از کنگو و جای دیگه. سومالی و آفریقایی کم هستن اینجا، اما بیشترش افغانی هستن. بیشتر افغان هستن اینجا. افغانی هستن. چند ماه هست که اینجا منتظر هستن؟ من 9 ماه شد دیگه، یعنی ما رفتیم روی 9 دیگه. 9 ماه هستن که اینجا منتظر هستن ولی نمیتونن از اینجا برن طرف آتن. آره دیگه این وضعیت هایش هسته، این مشکلات هسته. آره دیگه این تو گفه های اینجا فامیل زیاده دارد. من دختر اندشه تب کده بود میریم پیش پولیس،
پلیس میگه ما نمیتونیم کار کنیم. دعوام کنه بچه دو ماه شده. دو ماه شده فهمید جای تشنج دیگه مجبور شد دسمال چیز کو دیگه چیز کو تو فهمید تابش برطرف شه. امروز رفتیم صبح ساعت 8 نوبت گرفتیم. تا حالی هم فهمید نه ساعت 2 بجه نوبت داشت نرسید. نمیتونه بچه تون دکتر ببینه؟ نه باید در صف وایسه. در یک صف چند نفر هست؟ در یک صف خیلی بیشتر از در روش 100 تا 200 تا 300 تا باشه. همین کمپ فقط برای 250 نفر یک تشناب است. یک برای عموم رفتن باید صف وایسنده، برای غذا خوردن باید صف وایسنده. امین زن از آن نفر صف وای میسن که به سه وعده غذا بگیرن. غذاش چطور است؟ غذای کمپ غذاش هم همش خوشحالی یه میگیرن فامیدی بعضی ها که دارم دوباره میپزن بعضی ها میرم خوردن نمیشه. خوردن نمیشه غذای کم. غذای کم هم خوردن نمیشه اینجا. وضعیت خیلی خراب است. افغانستان خود ما میفهمیم که وضعیت امنیتی خیلی خراب است. اینجا چه رقم مثلا اگر افغانستان با اینجا مقایسه کنی چی میگی؟ جهنم با اینجا مقایسه نگه. نه نمیدونم دیگه. ما افغانستان مرده اگر مثلا خوب میبود دیگه میبود سر ممار نکنده بود خود آواره کنیم دهی بدبختی چیز کنیم دهی آوارگی چیز خدا بیاریم. هر طرف اونجا که بریم منطقه ما جنگ است، گای طالب است، گای داعش است. چی بگیم دیگه اگه پدر نمتا چی بگیم؟ وضعیت صحی هم اینجا خیلی خرابه. آشغال کل جای است. بیشتر اطفال زیاد هستن. مثلا دمی وضعیت صحی درس نیست. کل مکتب ها بسته است اینجا در یکم. وضعیت خیلی خراب است در یکم پی ماجرین در موریا جزیره لزبوس یونان. فقط ارزش که بره مگه سوری رو خوب فقط میگه ببخشید ببخشید خلاص ببخشید دیگه ببخشید دیگه. سازمان ملل چی کار میکنه اینجا؟ کار میکنه؟ سازمان ملل ما اصلا درست های یو این هست داخل. اما وقتی که من یک برگه دکتری داشتم از دکتر همی خود یونانی ها در بیمارستان در ما داده بود که آقا این رو ببرد به یو این تو رو بره انتقال بدم. ما آوردیم اینجا خان پرتک کرده پیش ما گفت یه چی نیسته. گفتیم بابا امید که دکتور دارم میگه ترجمان گفت دکتور میگه دیگه میگه گرفت شمار تلفن ما رو گرفت تا اینال رو که اینال رو فهمید زنگ نزده برای ما که بزن ما رو انتقال بود. در حالی که دکتور خودش نامه داده بود که آقا این وضعیتش این رقمیه این انتقال بدی بود. شنیدیم که مثال یک بچه 16 ساله اینجا کشته شده. چی گپ چی بود؟ او بنده فنا نمیدونم سر یک مسائلی. خب اینجا کشته شدن یک آدم اصلا طبیعیه. تو در شب که صبح بلند شی اون شبی که مثلا صبح بلند شی نشنوی کسی زخمی نشده کسی چیز نشده اصلا خوشحال باش بگو یک معجزه شده. او بنده خدا که اولیش هم نبود آخریش هم نیه. نک میبینید مثلا چادرا کلش دمی پیشتر هستن. خیلی کسا بیش از کم گفتیم این کمپ برای 2200 نفر ساخته شده ولی بیش از 19000 مهاجر در این کمپ الان هستن منتظر هستن برای جوابشان. دفتر پناهندگی بسته سالی بله؟ آه بسته است. چرا خم حتی دیدیم که همه دو تا کشته که نیومده بودن اینجا همه از طریق همه تیر زدن برشان در کشته که از دریا اومدن. والا همین چه در اینترنت من دیدم گارد ساحلی کد مرمی زده بودشون. خب همه گارد ساحلی اینجا با مرمی زدن که نبیاین در مرز بسته هستن ولی باز هم میاین با کشتی ولی متاسفانه نمیتونن داخل کم بیاین چون که قرنطینه است و کسی نمیتونه داخل کم بیاین. وضعیت خیلی خرابه اینجا. بله میخواین گپ بزنید کم؟ نه تصویرم کنم از همین شبکه های اجتماعی داریم خبر میگیریم میفرستیم برای بقیه ماجرای ما تلاش میکنیم که گپ برسانیم. یه چهار پنج گروه بله یک گروه یک تا پس یک گروه یک تا پس یک گروه یک تا پس او میگه نام ما است او میگه این منطقه از ما است او میگه از ما است زدن کشتن است. دیشب شش نفر در ما در خیمه عربای می بغل خانه ما بغل خانه می خانه کاش شمشیر در ما در گلنزو موندن پنج موبایل چهار تا موبایل زور گرفته رفته. ساعت 12 بجه شب در این راه ما میریم بالا از مسجد بر اومدیم بغل مسجد شدیم رفتیم فوتبال. یک افریقایی و سومالی اومد میگه پنج نفر چاقو در گلنزو موند تلفن رو یعنی شب نیست که 40 نفر 30 نفر چاقو بکنه هیچ امکان نداره. گفتم بود همو دوست یعنی روزی که در افغانستان اینطوری نمیشه مردم ناراحت است که چرا اینطوری نشده. اینجا روز 40 نفر امبولانس اگه نبیه این مردم ناراحت است که چرا نمیاد. یعنی ماه رمضان است ماه رمضان است ولی من فکر نکنم به این ماه رمضان اومده باشه. بله یعنی نمیاله 102 ساعت دیگه برو بالا سر کلی نشه است چاقو دست شمشیر دستش از شمشیر این قایی کد سیاسرم کد باشه صادق میکنه موبایل در جیبت نکشه.
سیاست را مت کرد باشه میزنند چاق موبایل در جیبت میکشه که چاقون در شکم میزنه به پشتر ما نبی دیگه سیاست را اینا نمیتونه بچه ها باید در شویی باید یک نفر کنجوکش باشه که باید نه دیگه یک تا ساعت 8 شب تا 8 صبح یعنی سرکا بیای سعی کنی کلی تابلو و زیر بغلی و تایپ رو بزن برعکس است سیاست رو تشام رفتن نمیتونه یعنی وضو کردن نمیتونه سیاست رو مگه بره وضو کنه باید مدر خانه باشه نو مایه که ما این منج هستم یعنی پن مایه برگه ما آزاد هسته این من ندر مو بلیت مایه برادر نه دیگه مایه مو این منج بدبختی کشیده رایی آو نداره تمام چی نداره این منج اشانش کم آو نداره چار روز پاس اینی حالی باران سرده چار روز پاس اگ گرم شنه این بوی گن کل مریض منه با خدا این کل گنده داشتم عمره آو کنی یک آدم بشه مثلا دیگه می تر می جاده شال تو بوله که آنه نبار سای کن امی تشنابار نه مو نداشت سای کن امی بوی جال تر ترش ده نمیتونی با خدا یعنی می رو مردم گراب تو چی منه با شما با خانواده آمد اینجا؟ آه ما خانواده این منجی نال نو ما این منجی وسته این منجی این دمی جنگل زندگی نمزی زمستو ام تای پالتا و اندام یال برادر کل پایدار کل نمکلاش ده اینه ما خواهم دیکسه کمر دارم نو ما اینه خود از شب و خانه میرم رو بگم بیمار دیکم زیاد است خب میفهمین صدای میخواییم صدای امی مهاجره نه برسانیم به همه بگیم که وضعیت خیلی خراب است در کمپ وضعیت سه خیلی کسا خیلی خراب است با این آمدن کرونا در کل جای اینجا یک کمپ تا مردم از اینجا نکشن نمیتونن مثلا همه را تو مواظبت کنن یو ان کاری نمیتونه کنه اینجا دولت یونان هم کاری کرده نمیتونه چون کشورهای اروپایی نمیخواد مهاجر باز بگیرن چه رقم است اینجا شما باز شما اینجا کسی وضعیت سی چه رقم است وضعیت سی اینجا وضعیت سی هم نداره ما مثلا حالا دور وجود از صف دکتر رفتم در من نوبت نرسیده 20 نفر تیکت میده بعد دیگه نمونم که ما را ساعت 5 صبح ما را 4 صبح در صف استم شه ما گلوش نشده اونم که لون دو سه نفری بوره اونجا استاج نه تا اون یه شکی دی بگره مونا که کم در تر موریم دیگه در مون نمیرسن دو روز ما از دکتر هم موندیم وزد سیه ما ممیتره دیگه چیز بله تشکر نفهمیم خب وضعیت خیلی خراب است اولین ویدیوی ما هستم باید این را قطع کنیم چون که پلیس ها میایه برای ما مشکل ایجاد پیدا میشه خب خدا نگهدار